گفتگو میکنم با رضا گوهرزا روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از ارواین کالیفرنیا سلام میکنم به شما شب شما در کالیفرنیا به خیر باشه جام گوهرزا به نظر میرسه موجی جدید برای مقابله با سیاست های برومرزی جمهوری اسلامی در حال شکلگیری چه عواملی موجب تغییر این نگاه جهانی شده؟ درود من هم بر شما و سپاس از دعوت به برنامه ببینید مسئله این هستش که اتفاقا در گزارش شما هم این خیلی روشنی دیده میشد اینکه حزب کارگر به قدرت میرسه انتظار بر این است که برخلاف حزب محافظه کار عمل کنه حزب محافظه کار در زمینه های داخلی در بریتانیا با شکست روبرو در سیاست خارجی هم نتوانست گامی رو برداره علیه جمهوری اسلامی یعنی در همون مسیری حرکت کرد که پشتیبانی از جمهوری اسلام فراموش نکنیم که دیگر در آمریکا دلار دولت اوباما و آقای رابرت مالی که جهان رو از پشت عینک رابرت مالی به ایران نگاه میکرد به پایان رسیده حالا چه آقای بایدن بیاید چه آقای ترامپ بیاید دورانی که جمهوری اسلامی میتوانست با روی کارآوردن اصلاح طلبان در سیاست جهانی نقشی بزنه به پایان رسیده سیاست داخلیشون رو که نمیتونن پاسخگو خوب باشن مردم با شرکت نکردن در انتخابات ات، ایران به خامنه یک نه بزرگ گفتن و نظر سیاست خارجی هم خود به خود این حرکت هایی که جمهوری اسلامی برای دخالت در منطقه داره میکنه دورانی رسیده که نگاه سیاست مداران جهان بویژه همکنون در اروپا و آمریکا به سوی این هست که پایان بدن به این قدرت مداری ایران و یا بخواییم بگیم به این شرارت ایران در منطقه میدونیم که سیاست های کلی نظام در ایران رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه آیا جانشین ابراهیم رئیسی هر کی که باشه میتونه تغییری دست کم در شیوه اجرای این سیاست ها اعمال بکنه و به نوعی با این اجماع جهانی مقابله بکنه نخواهد توانست همونطور که شما اشاره کردین سیاست ما رو آقای خامنه‌ای تعیین میکنه آقای خامنه‌ای هر از کوشش میکنه یک چهره جدید یک ماسک جدید به ریاست جمهوری بزنه و چهره جهانی رو به خودش جلب بکنه که ما این هستیم در حالی که این نیست اعتراض های مردم نشون داده که فرقی نمیکنه آقای پزشکیان با جلیلی فقط از نظر عمل کرد میتونن فرقی بکنن ولی از نظر سیاست در راستای اون چیزی هستن که خامنه ای میخواد علیه مردم علیه زنان علیه تمامی حرکت ها و اوج دادن همون حرکتی که همکنون داره سپاه انجام میده یعنی وقتی آقای پزشکیان هم خودش رو یک سپاهی میدونه جلیلی هم یک سپاهی هست اینجا دیگه فرقی نیست که آقای خامنه کدوم رو بخواد از توی صندوق در بیاره و برای خودش مشروعیت بخره واقعیت این هستش که سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه و در ارتباط با کشورهای جهان سیاستی شکست خورده و دیگه خریدار نداره و این هم به کوشش کنشگران داخلی و کنشگران برون مرز به رخ جهانیان کشیده شده در باور کنیم و فراموش نکنیم که جهانیان منافع خودشون رو میخوان یعنی هم آمریکا هم اروپا همه منافع خودشون رو میخوان و اگه جمهوری اسلامی به راحتی منافع اونها رو تأمین کنه چندان هم در مسئله حقوق بشر در ایران دقدقه ای ندارن ولی یک واقعیت وجود داره جمهوری اسلامی از گذر از خط قرمز جهانی و مناسبات جهانی و دخالت در منطقه این مسئله رو شکسته شما نگاه کنید برای حضور در مسئله اوکراین هم دست میشه با روسیه و به اونا پهباد میده چین باشون رابطه برقرار میکنه به یه نوع دیگه با اونها میخواد تایی بکنن میبینیم در منطقه خلیج فارس کشورهای هاشی خلیج فارس نگران هستن از اتمی شدن ایران اینجاست که ایران دیگه سیاست خارجی رو نمیتونه به وسیله کمال خرازی و جلیلی و دیگران به خورد کشورهای جهان بده کشورهای جهان از این همه آسیب پذیری خسته شدن و اونها هم باید پاسخگوی رأی مردمی باشن که به اونها داده میشه شما در بریتانیا رأی دا خواهند داد به رهبر حزب کارگر خیلی مشابهت هست در اون مقاله هم که اشاره کردیم به دوران ایشون و احتمال دوران آقای ویلسون که دو دور چهار دوره در قدرت بود در بریتانیا و خیلی تلاش کرد که با همتای خودش در آمریکا کنار بیاد و اتفاقا این کنار آمدن با جانسون نبود و با نیکسونی اتفاق افتاد که از حزب مخالف هستش بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای گوهرزاد